شب هفتاد و سوم از افسانه های شب ادامه ی حکایت پریوش و ساسان و اما ای سلطان رعیت نواز و ای همسر سرفراز بشنوید که چون مادر ساسان از پساگرد و پسا بعد از فروش املاک شوهرش با ده هزار سکه ی زرباز گشت از خدمتکار پیر خانه که پارسای خدا بیامرز بیبی بی صدایش می کرد، سراغ پریوش عروسش را گرفت. و چون بیبی بی به او گفت که شما هر دو در یک موقع و یک ساعت خانه را خالی کردید و رفتید، دلش عجیب به شور افتاد. چون به اصالت و نجابت پریوش اعتقاد داشت و به عشق و علاقه او به پسرش ساسان هم پی برده بود، یقین داشت محال است او خانه و خانمان و شوهر خیش را رها کرده و به جایی برود تنها فکری که به سرک زد این بود که نکند پرهیز لعیم پریوش را هم دستگیر کرده باشد چون از مرگان وزیر دونمایه با خبر شد و به سراغ داروغه شهر رفت داروغه نیز به بانوی خانه وزیر اعظم متوفا احترام بسیار گذاشت و گفت برخلاف سفارشات آن خبیس از دنیا رفته ما نهایت احترام را به وزیرزادی محترم در زندان میگذاریم و ایشان هم نسبتاً در آسایش روزگار خود را در زندان میگذرانند فقط ما منتظریم تا شهریار از سرزمین روم برگردند و دستور آزادی ایشان را خودم رفته و دریافت دارم چون مادر ساسان در مورد بازداشت عروسش پریوش سوال کرد داروغه اظهار بی اطلاعی نمود و آنجا بود که دلواپسی بانو بیشتر شد. زیرا از این که در روز درگذشت پارسای وزیر به خاطر تعلمات روحی چندین بار با پریوش آن دختر حساس و شاعر تندی کرده بود بسیار ناراحت بود. چون نام و نشانی از پریوش و پدرش در بلخ نمیدانست مانده بود چه بکند که خدمتکار پیر خود را صدا زد و گفت هم الان به محله رامشگران و کوی خونیاگران برو و پرس و جو کن. آیا در بین اهالی هنرمند آن محل فردی از اهالی بلخ و بخارا زندگی می کند یا نه؟ شاید در قیاب من پریوش به آنجا رفته باشد. بیبی بی به محله رامشگران رفت و بعد از مدتی کوتاه از استاد ابراهیم رباب ساز بلخی خبر آورد و گفت که وی در کوی خونیاگران کارگاه ساخت ادوات موسیقی دارد. بانوی پارسای وزیر به اتفاق بیبی بی خانه به کارگاه استاد ابراهیم رباب ساز رفتند. استاد احترام بسیار در حق بانوی خانی وزیر اعظم متوفا کرد و تمامی داستان را برای وی باز گفت. بانوی شوهر از دست داد و عزادار آهی از نهاد کشید و گفت کاش قدر این نوگل هنرمند را بیشتر می‌دانستم و با او تندی نمی‌کردم که هنرمند اگر عاشق شود از جان خود مایه می‌گذارد. هرچند که راه ها امن است اما چطور این فرشته عاشق جانش را کف دست گرفت و تنها به بلخ رفت تا ده هزار سکه بیاورد و معشوقش را از حبس و زندان درآورد و اینجاست که من مادر با تمام عشق مادریم به ساسان در برابر عظمت روح این پریوش بلخی سر تعظیم فرود می آورم. فردای آن روز خبر رسید که پادشاه ایران از مرز گذشته و تا سه روز دیگر به پای تخت وارد خواهد شد. از طرفی مادر هر روز به ملاقات ساسان در زندان می رفت و با او دیدار می کرد. عجیبان که آن شش پسر پیرمرد مرد هفتاد و پنج سالی مزرعهدار که هر کدام یک مش توی سر پرهیز حسود و مردم آزار کوبیده بودند، بعد از بازداشت و زندانی شدن با ساسان در یک جا نگهداری میشدند. ساسان از ماجرای کشته شدن آن مرد بدتینت به خوبی آگاه بود. زیرا ساسان همیشه می گفت پدرم از بیم سعایت و بدگویی و توت چینی های پرهیز در نزد پادشاه سکته کرد و مرد. باری مادر پسرش ساسان را دلداری داد و گفت اولا خیالمان راحت شد و دانستیم پریوش همسر با وفا گت به کجا رفته و چه بسا که امروز و فردا پیدایش شود و در ثانی تا آمدن پادشاه دو سه روزی بیشتر نمانده من یقین دارم پادشاه بلافاصله حکم آزادی تو را به زندانبان از طریق داروغه شهر می دهد. سلطان با جلال و جبروت بسیار به دو منزلی پایتخت رسید. در آنجا به خواهش رئیس تشریفات برای مدتی کوتاه متوقف شد تا با مراسم استقبال رسمی وارد پایتخت شود که به عرض پادشاه رساندند پیرترین امیر شهر که ریاست شورای حکومتی را در قیاب پادشاه عهدهدار بوده اجازه حضور می طلبد. پادشاه آن امیر مسن و محترم را به حضور پذیرفت. پادشاه آن امیر محسن و محترم را به حضور پذیرفت. وی بعد از ادای احترام و اینکه اجازه نشستن یافت، تمام ماجرا و علت عدم حضور پارسا و پرهیز را در صف استقبال کنندگان به عرض رسانید. پادشاه بعد از آنکه دوبار و مو به مو و جز به جز ماجرای جان به جان آفرین تسلیم کردن پارسا و پرهیز را شنید گفت مقصر من هستم که اهریمن صفتی را در کنار پارسا خویی به کار گماردم. هرچه پارسا شریف بود، برعکس پرهیز، حسود و بخیل و فرومایه بود. و چون پرسید، اکنون ساسان کجاست؟ و گفتند در زندان، پادشاه دستور داد قبل از رسیدن من به پایتخت آزادش کنید. دوست دارم وزیرزاده ساسان را در صف استقبال کنندگان ببینم چون موکب پادشاه سرزمین پارس به یک منزلی پای تخت رسید پادشاه حاجب مخصوص و یا رئیس تشریفات دربار را احضار کرد و آهسته دستوری به او داد که حاجب مخصوص تعظیم می کرد و دست روی چشم خود نهاد و به سرعت سوار بر اسب خود شد و پیش از همه وارد پایتخت شد چون پادشاه با تشریفات خاص به دروازه پای تخت رسید، تمام بزرگان مملکت و سران قوم و فرماندهان قشون و عمرای سپاه و مفاخر و اکابر علم و هنر به حضور پادشاه رسیدند و زمین ادب بوسیدند و خیر مقدم گفتند و پادشاه هم ایشان را مورد احسان و تکریم قرار داد و به یکی یک که ایشان به عنوان سوقات سرزمین روم هدیه ای داد تا اینکه با صدای بلند گفت پس وزیرزاد ساسان که تا قبل از سفرم عهدهدار فرمانداری پسا و کازرون و بهبهان بود کجاست؟ چرا او را نمی بینم؟ ساسان که با ترس و خجالت در صف آخر ایستاده بود جلو آمد و تعظیم می کرد و ایستاد. پادشاه او را به کنار خود فراخواند و دست روی شانی او گذاشت و خطاب به حاضران استقبال کننده گفت میان ما و امپراتور سرزمین پهناور روم بعد از سالها جنگ و ستیز و دشمنی دوستی و صلح برقرار شد و پیمان صلح بیست ساله هم بین ما و شخص امپراتور روم امضا و مبادله گردید من قصدم این بود که به محض ورود مراسم جشن و سرور را برای مدت یک هفته در سراسر مملکت برپا کنم. اما متاسفانه در دو منزلی پای تخت بودم که دو خبر ناگوار را شنیدم. خبر اول که خیلی برایم در داور بود، فقدان وزیری با تدبیر است که پارساییش همچون نامش در سراسر سرزمین پارس زبانزد عام و خاص بوده و هست. و تا او زنده و به امر ما عهدهدار انجام امور بود نه ما دقدقه خاطری داشتیم و نه مردم واهمه و بیم خطری در دلشان بود اما چون مملکت بدون پادشاه و پادشاه هم بدون وزیر نمیتواند سر کند و من نیز تجربه تلخ خود را از داشتن دو وزیر در کنار هم آزمودم و آزموده را آزمودن خطاست لذا از حاجب مخصوص خود می خواهم که خلعت و تنها جامعه وزارت را نزد من بیاورد رئیس تشریفات یا حاجب مخصوص جامعه وزارت اعظمی را که در طبق زری نهاده شده بود جلو آورد و تعظیمی کرد و آن را بر زمین نهاد سپس پادشاه ادامه داد باز هم به مستاقه بوی گل را از که جوییم از گلاب حال که پارسای باخرد و شریف از میان ما رفته فرزند خلفش را که لیاقت و کاردانی خود را در دوران فرمانداری ای ثابت نموده با این که قدری جوان است اما به خاطر آن که پرورده دست شایست وزیری چون پارسای عزیز از دست رفته ماست به وزارت اعظمی خود انتخاب و دو روز را ازای عمومی اعلام و به سوگ مرگ پارسای باخرد خود می نشینیم. بعد از این دو روز همگان می توانند به محضر ما بیایند و در و دلهای خود را به خاطر مظالم چند ماهی پرهیز ناپرهیزگار با ما در میان نهند. پادشاه سپس رو به ساسان که جلوی پای پادشاه به خاک افتاده و گریه میکرد نمود و گفت برخیز میدانم که گریت به خاطر فقدان مردی است که در مقام و کسفت وزارت دیگر روزگار کمتر نظیرش را خواهد دید. اما اکنون کارهای بسیاری پیش رو داری و متأسفانه مملکت دچار آشفتگیهای بیشماری شده است. جامعه وزارت برتن کن و از هم الان در چنین شغل و مقامی همراه ما باش. رنج سفر و درد این خبر مرا بیش از حد مکدر و خسته نموده دو روز تمام احتیاج به استراحت مطلق دارم وقت ملاقات به هیچ کس نمیدهم و احدی حق ندارد آرامش مرا بر هم زند دو روز می خواهم استراحت نمود و فکر کنم تا بعد بهتر بدانم که چه باید کرد فقط از همین الان دستور ساختن مقبره با شکوه که در خور مقام والای پدرت باشد را صادر کن. می خواهیم ازای عمومی که تمام شد مقبره پارسای وزیر دیوارش بر پا و سقفش زده شده باشد. ساسان وزیرزادی از زندان درآمده و به مقام وزارت رسیده بعدها همیشه و همه وقت می گفت آن روز مرا حالتی دست داد که شاید در طول قرنها برای کمتر کسی روی دهد. گیج و گنگ بودم. لبم خندان و چشمم گریان بود. دست و پایم می لرزید و زبان در دهانم نمی چرخید. چون پادشاه را به قصرش رساندم، خود نیز به بارگاه وزارت پدرم که در کنار قصر پادشاه بود رفتم و به نگهبانان قصر گفتم تا یک شبانه روز هیچ کس حق ندارد به سراغ من بیاید. آب و غذا هم نمیخواهم. یک شبانه روز دیگر خودم خبرتان می کنم. اما ساسان وزیر قبل از وارد شدن به اتاق و بستن در تأکید کرد و گفت طبق دستور پادشاه دو روز دیگر بنای مقبره پدرم باید آماده باشد. فقط همین. صبح روز سوم و بعد از دو روز استراحت پادشاه وزیر جدید خود ساسان را احضار کرد و از وضع مقبره در حال ساخت وزیر در پرسید. ساسان زمین ادب بوسید و اظهار داشت با اینکه جان نسار کمترین ابتدا میخواست یک روز استراحت کند اما امر معکد پادشاه باعث شد تا خودم هم شبان روز مانند دیگر کارگران با جان و دل در کار ساخت مقبره همکاری نمایم و اکنون با سربلندی و افتخار عرض می کنم. کار ساخت مقبره پدر بزرگوارم که خدمتگزار صدیق شما بود به پایان رسید. کاری که اگر اراده و عزم شما نبود حداقل بیست روز طول می کشید. پادشاه گفت این اراده و عزم تو وزیر عزیز بود که کار بیست روزه را دو روزه به انجام رساند. بسیار خوب. اگر یادت باشد من هنگام ورود خود به پایتخت گفتم که به علت چند ماه دوری از مردمم تصمیم دارم دو روز بار عام بدهم تا هر کس دلش خواست به دیدنم بیاید و هر چه دلش خواست با من در میان نهد. چه بهتر که این بار عام در مقبره پدرت برگزار شود تا مردم این که به دیدار من می آیند از درگاه خدا طلب آمرزشی هم برای وزیر ام نمایند. هرچند که به نظر من او آمرزیده از دنیا رفت. زمنان در این مدت از مردم باید به نهار پذیرایی شود. چون قصه به دینجا رسید باز هم شهرزاد قصه گو اثرات قلبه خواب را در چشمان و بر چهره سرور و همسرش دید و لب از گفتن فرو بست و از جا برخاست. از خواست خداوند برای یک شب دیگر زنده بودنش قرین منت گشت و در خلوت خیش به عبادت و نیایش و شوق گذاری نشست. پایان شب هفتاد و سفن.